بنام خدا، سلام و شبتان بخیر. امروز دوشنبه 8 جوزه 1396 خورشیدی است که برابر می شود با 29 می 2017 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها: نگرانی استرالیا از اوضاع امنیتی افغانستان، پاسخ بعد درخواست ناتو که توسط ایالات متحده آمریکا حمایت شد، من امروز اطلاع می‌دهم که دولت استرالیا توافق به افزایش تعهد نیروهای دفاعیش را در افغانستان با 30 سرباز اضافی کرد. انتقاد احزاب سیاسی از عملکرد رهبران حکومت. تنها حکومتی که در تاریخ افغانستان با اپوزیسیون ضرورت نداشته حکومت وحدت ملی بود. و به اعتمادی انگلا مرکل با دونالد ترامپ. مشروع خبرها: استرالیا 30 سرباز اضافی به افغانستان میفرستد. وزیر دفاع استرالیا به دنبال درخواست ناتو به آمریکا برای فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان میگوید وضعیت امنیتی این کشور چالش برانگیز است. به گفته وی 30 سرباز اضافی زمینه را برای بلند بردن توانایی‌های نیروهای افغان بیشتر مهیا می‌سازد. همزمان با این، نیوزیلند تا چند هفته دیگر در مورد درخواست آمریکا برای فرستادن 2 سرباز دیگر به افغانستان تصمیم می‌گیرد. فهیم نوری گزارش می‌دهد. افغانستان مرکز مبارزه با هراس افغانی خواست افزایش همکاری با ماموریت حمایت قاطع و تصمیم اعزام سربازان بیشتر به افغانستان. افغانستان که طولانی ترین و پرچالش ترین ماموریت ناتو گفته می شود، بار دیگر میزبان سربازان بیشتر خارجی خواهد بود تا آنچه بنبست جنگ با هراس افغانان گفته می شود شکستانده شود. وزیر دفاع استرالیا در مجلس سنای کشورش افزایش سربازان آن کشور از 270 به 300 سرباز را اعلام کرد. در پاسخ به درخواست ناتو که توسط ایالات متحده آمریکا حمایت شد، من امروز اطلاع می‌دهم که دولت استرالیا توافق به افزایش تعهد نیروهای دفاعیش را در افغانستان با 30 سرباز اضافی کرده است که شمار نیروهای ما را از حدود 270 به 300 سرباز افزایش می‌دهد. سربازان اضافی استرالیا به آن کشور امکان تعهد مشاوران بیشتر برای انکشاف توانایی‌های درازمدت نیروهای امنیتی افغان به عنوان بخش از ماموریت کنونی آموزش، مشورت و کمک را می‌دهد. نقش آنها آموزشی، مشورت دهی و کمک خواهد بود. این مقام ارشد نظامی استرالیا فراخوان کمک به افغانستان را به کشورهای دیگر به عنوان کانون جنگ علیه هراس افغانی می‌دهد. با توجه به مرکزیت افغانستان در مبارزه جهانی علیه هراس افغانی، افزایش در کمک ها به ماموریت حمایت قاطع هم به موقع و هم مورد نیاز است. ما از سایر همکاران نیز توقع داریم که همکاریشان را به ماموریت حمایت قاطع افزایش دهند. از سوی هم، نخست وزیر نیوزیلند میگوید که درخواست آمریکا برای فرستادن 2 سرباز اضافی به افغانستان را زیر بررسی دارد. با عنوان یک همکار بین المللی، ما می خواهیم بالای بخش های در جهان تمرکز کنیم که بی ثباتی تولید می کند و می تواند بالای ما و شهروندان ما تاثیر کند. ما این درخواست را بررسی می کنیم، اما تا کنون تصمیم در مورد آن نگرفته ایم و ظرف هفته ها در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد. نیوزیلند در حال حاضر 10 سرباز در اکادمی ملی ارتش افغانستان دارد. این در حال است که شمار مجموعی سربازان ناتو در افغانستان در حال حاضر به 15,000 سرباز می رسد که 8,400 سربازان از امریکا است. ریاست اجرایی و ریاست جمهوری اپوزیسیون همدیگرند. شورای حراست و ثبات با بیان این مطلب میگوید اختلافات درونی در میان رهبران و حکومت وحدت ملی سبب افزایش نامی و بی‌ثباتی در کشور شده است. از سوی هم حزب جبهه نوین افغانستان میگوید اختلافات گروهی میان رهبران و حکومت وحدت ملی اوضاع افغانستان را به بنبست کشانیده است. اما ریاست اجرایی کشور تفاوت دیدگاه در درون حکومت را مبتنی بر اصلاح نظام عنوان میکند.
سمیرا زعفرین گزارش را آماده ساخته. اختلاف ها باعث افزایش ناامنی و بی‌ثباتی، رهبران حکومت، اپوزیسیون همدیگر و استفاده جویی مخالفان مسلح از وضعیت کنونی. اختلافات درونی حکومت وحدت ملی کلید بحران ها و بی‌ثباتی در افغانستان. مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات افزایش ناامنی ها در کشور را ناشی از اختلافات درون گروهی حکومت وحدت ملی بر مبنای منافع گروهیشان می داند. تنها حکومتی که در تاریخ افغانستان به اپوزیسیون ضرورت نداشته حکومت وحدت ملی بوده، به دلیل از اینکه ریاست اجراییه اپوزیسیون ریاست جمهوری است، ریاست جمهوری اپوزیسیون ریاست اجرایی است و هر دویش اپوزیسیون منافع ملی و بقای افغانستان هستند. از سوی هم جبهه نوین افغانستان اختلافات درونی حکومت وحدت ملی را نبود فکر واحد میان رهبران حکومت وحدت ملی میداند، چیزی که از سوی ریاست اجرایی رد می شود. یعنی منافع گروهی، منطقوی، سمتی و قومی که اکثریت گروه ها تشکلشان مامی محور هستند، باعث شده ما به یک وفاق ملی نرسیم. بدون تردید از این تنش ها که امروز ما و شما میفهمیم در یعنی جنگ و استفاده جویی های دشمن از این سوی مدیریت مدیران کلان کشور با کمال تاسف در عرصه های متعدد مخصوصا در بخش های نظامی استفاده اعظمی رو برده. رهبرای حکومت با هم مشترکن کار میکنن و طبیعی است که در حکومت مشترک تفاوت های دیدگاه میباشد، اما هر تصمیمی که در نهایت روز گرفته میشه او تصمیم برای افغانستان است، برای بهبود وضعیت امنیتی، اقتصادی و حکومت داری است. آگاهان کشور همواره کارکردهای حکومت وحدت ملی را در زمینه اقتصاد و سیاست انتقاد کرده و میگویند با آغاز کار حکومت وحدت ملی دامنه فقر در کشور فراخ شده و ناامنی نیز من حیث یک چالش گلوی مردم این کشور را با گذشت هر روز فشار بیشتر میدهد. انحصار قدرت از سوی چند فرد محدود در حکومت سبب شده تا افغانستان چالش‌های بیشتری را تجربه کند. نمایندگان مردم در مجلس با ابراز این مطلب میگویند که اگر سیاست کشور از شیوه خانوادگی بیرون نشود، وضعیت در کشور تغییر نخواهد کرد. در همین حال رئیس مجلس نمایندگان از حکومت میخواهد تا تمامی عمل کرد و تصمیمش را بر بنیاد قانون انجام دهد و از کارهای فراقانونی دست بردارد. رفیع صدیقی این گزارش را تهیه کرده. تنش‌ها میان رهبران حکومت و انحصار قدرت در حکومت سبب شده تا چالش‌های موجود در کشور پا بر جا بماند و آرمان‌های مردم در کار تامین امنیت و توسعه به حقیقت مبدل نگردد. نمایندگان مردم در مجلس میگویند که در حال حاضر مردم خل قدرت شدند و تمامی تصامیم از سوی چند تن محدود به گونه سلیقه‌ای گرفته می‌شود. جگاه به این اندازه که مردم افغانستان در تصمیم گیری ها دخیل نیستند و خل قدرت شدند به شمول نهادهای مردمی، به این اندازه ما مردم افغانستان از بازی های سیاسی افغانستان دور ندیده بودم. امروز متاسفانه تنها 3 تن است که در تمام تصمیم های مملکتی از سیاسی، اقتصادی و امور اداری اینا مداخله میکنند. سیاسی و سپانه کار وکی چه در افغانستان دولت تشویش کم شی. مون خو 24 ساعت ده پزای چې ولست ته روحیه ورکو، ولست داډ ورکو، بغیر د تشویش نه بل سنشته. در همین حال رئیس مجلس نمایندگان تاکید می‌ورزد که حکومت مکلف است تا کارکردها و تصامیمش را بر بنیاد قانون انجام دهد و نیازهای کشور را به گونه جدی در نظر بگیرد. ما یک بار دیگر جانب حکومت تاکید می‌کنیم که احترام به قانون و کسایی که از طریق و رقابت آزاد تعیین شده باید و اونا را به وظیفه‌شان بگمارن و در استخدام‌ها حتما عدالت اجتماعی بر مبنای قانون اساسی افغانستان یک اصل هست، این را جدی در نظر بگیرن. نمایندگان مردم در مجلس تاکید می‌ورزند که برای تغییر وضعیت در کشور حکومت باید راهکارهای تازه را بر بنیاد خواست مردم ایجاد کند. در غیر آن کشور هر روز شاهد چالش‌های بیشتر خواهد بود و این کار اعتماد مردم نسبت به حکومت را بیشتر کاهش خواهد داد.
باشنده های بخش های ناامن از اثرگذاری عملیات ها خرسند نیستند. این باشنده ها می گویند ارتش عملیات های پرهزینه را راه اندازی می کند، اما نتایج مطلوب به دست نمی آید. و اما وزارت دفاع تاکید دارد عملیات های ارتش در بخش های مختلف از جمله هلمند، قندوز، بدخشان و تخار از خیلی اثرگذار بوده است. با گفته وزارت دفاع، این نهاد در روزهای پسین بیش از 100 عملیات را در بخش‌های ناامن کشور راه‌اندازی کرده است. این عملیات‌ها بیشترینه در کندوز، تخار، بغلان و هلمند راه‌اندازی شدند، اما باشنده‌های بغلان و هلمند از نتایج عملیات‌ها راضی نیستند. با باور آنان آب از آب تکان نخورده است. مشغولی دل چې په هلمند کې اوس عملیات روان دي، دلته په کندهار کې په مختلفو ولسوالیو کې عملیات روان دي. د دې پر ځای چې هغه مثبته نتیجه ورکړي، خو کوم خاص د پام وړ بدلون نه دی پکښې. د ملي اردو دغه عملیات چې دي، مصارف یې ډېر دي، نتیجه یې لږ ده. دوی دا نسي کولی چې دغه مصارف پر ځای باندې مصرف کړي. عمر د حکومت دا ورته نور چې دی هوایي ځواکونو څخه دي عملیات دیگه تاثیر نگذاشته. چطور؟ به خاطر که در جایش هست، ایشان در جایش هست، هیچ پیشرفت نکردن. امنیت پلخمری و بغلان خیلی تغییر کرده است. سابق کرده، سابق نامنی زیاد بود، حال نامنی کم است. وزارت دفاع ما باور دارد در عملیات اخیر بخش های زیاد از جغرافی افغانستان دوباره زیر اداره حکومت درآمده است. ولسوالی های زیبا که بدخشان و قلعه زال قندوز نمونه های زنده است، پیروزی ها پنداشته می شود. ما همینطور پلان کردیم که مشکلات قندوز حل کنیم و حل کردیم. مشکلات بدخشان حل شوه که حل شده. مثلا در بغلان مشکلاتی را که ما داشتیم باید او حل می شد، او را حل کردیم. بر بنیاد گزارش های نهادهای پژوهشی، هم اکنون 9 ولسوالی از 400 ولسوالی افغانستان زیر اداره طالبان است. خبرهای خارجی پس از وقفه کوتاه تقدیمتون میشه. بعد با آریانا نیوز و آریانا باشید. توجه کنید بعد چند خبر کوتاه از خارج کشور. آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان میگوید کشورش دیگر نمیتواند به طور کامل روی آمریکا بر رهبری دونالد ترامپ و بریتانیا حساب کند. خانم مرکل اما تاکید ورزیده که خواستار حفظ روابط دوستانه با آمریکا و بریتانیا و همچنین روسیه است. این سخنان را نخست وزیر آلمان یک روز پس از نشست سران 7 قدرت اقتصادی جهان موسوم به G7 عنوان کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان نشست ناتو علیه سیاست‌های اقتصادی آلمان سخن گفت و در نشست G7 نیز روی توافقنامه زیست محیطی پاریس با سایر کشورهای این گروه به توافق نرسید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عصر امروز وارد فرانسه شد تا با امانوئل مکرون رئیس جمهور جدید فرانسه دیدار کند. پیش از این کاخ ریاست جمهوری فرانسه هدف این سفر را گشایش یک نمایشگاه به مناسبت 300 سالگی روابط دیپلماتیک روسیه و فرانسه عنوان کرده بود. روابط روسیه و فرانسه در دوران ریاست جمهوری فرانسوا اولاند بعد تیرگی گرایده بود، تا جایی که حتی ولادیمیر پوتین سفر از قبل برنامه ریزی خود را به این کشور به تعویق انداخت. گفته شده که در این سفر مقامهای فرانسه و روسیه روی تحولات اوکراین، بحران سوریه و مسائل اقتصادی به بحث و تبادل نظر بپردازند. مقام های ژاپنی گفتند که کوریای شمالی یک موشک بالستیک نو اسکاد را امروز آزمایش کرده است. پرتاب این موشک تازه در پی آزمایش موشک های دوربردی است که هفته گذشته نیز توسط کوریای شمالی استفاده شد. این در حالی است که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته که برنامه های موشکی کوریای شمالی غیر قابل تحمل است، اما تاکید ورزیده که اگر راه های دیپلماتیک نتیجه ندهند، جنگ با کوریای شمالی فاجعه بار خواهد بود. پس از وقفه کوتاه بیننده خبر اقتصادی باشید. با خبر اقتصادی خوش آمدید. مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات میگویند برای کاریابی به بازگشت کنندگان پروژه قالین بافی را به ارزش 5 میلیون دلار با بانک جهانی آغاز کردند. با گفته آنان در این پروژه برای بازگشت کنندگان از پاکستان و ایران زمینه کار مهیا می شود.
از یک سال به این سو بیش از 1,100,000 مهاجر افغان از کشورهای همسایه عودت کردند. بیشتر عودت کنندگان از بیکاری شکایت دارند. وزارت احیا و انکشاف دهات برای رفع این مشکل کارهای تازه را آغاز کرده است. این وزارت در برخی ولایت‌ها پروژه های جدید قالین بافی را در همکاری با بانک جهانی آغاز کرده است. در یک تعداد از ولایت افغانستان پروژه تقویت صنعت قالین بافی را آغاز میکنند که این میتونه بلی بالاتر از 5,000 تن از هموطنان ما که بجور شده هستند و عادت کننده هستند زمینه های اشتغال مساعد میسازند. آگاهان اقتصادی میگویند تا زمانی که حکومت زمینه کار را برای مردم مهیا نسازد مشکلات حل نمیشود. که چیرت دلتا د کلو پرختیا وزارت په کلو کې دوی ته د کار زمینه مساعده کی د قالینو درست د صنعت په برخه کې دوی په کار وګماري او خلک چې الته په قالینو کې بوخت یو هغه دلته راشي او دلته خلک نور زده کړو او کاري فرصتونه رامنځته شي نو له شک پرته به چې هغه خلک چې تر اوسه هم لا پردي وطن کې اوسېږي هغوی به دلته راشي. به باور آگاهان را اندوزی چنین برنامه ها افزون به این که زمینه کار را فراهم می کند باعث رشد صنعت قالین بافی نیز می شود. توجه کنید به نرخ شما را از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی با 40 پول، یک یورو 76 افغانی با 20 پول، یک پوند انگلیسی 86 افغانی با 80 پول، یک درهم امارات 18 افغانی با 50 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی با 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 639 افغانی. احمد زبیر حبیب زاده در استودیو اس بر ویدیوهای ورزشی تقدیم میکنه. زبیر خوش اومدی. تشکر. سلام خدمت تمامی بیننده ها. چند خبر ورزشی تا لحظات دیگر. اکنون چند رویداد ورزشی. چراغ سبز در راستای برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک افغانستان. آریانا نیوز به نامه دست یافته که یک بار دیگر زمان و مکان برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک در آن ذکر شده است. کمیته المپیک بین المللی افغانستان 15 جون که برابر می شود به 25 جوزای سال روان را برای برگزاری انتخابات مشخص کرده است. این انتخابات شاید بی پیشینه ترین انتخابات در تاریخ ورزش کشور باشد که قرار است رئیسان بیش از 40 فدراسیون در این انتخابات پای صندوق‌های رأی بروند. نمایندگان شورای المپیک جهانی و آسیایی در حال پا در این انتخابات می‌گذارند که تاکنون هیچ کس برای کرسی این ریاست خودش را نامزد نکرده است. پیش از این قرار بود 20 فوریه سرنوشت انتخابات کمیته ملی المپیک مشخص شود، اما تربیت بدنی و ریاست جمهوری آن را نپذیرفتند و آن انتخابات را پیش از وقت دانستند. به گفته کارشناسان ورزش کشور، اگر این بار انتخابات این نهاد به بنبست دچار شود، شاید ورزش افغانستان به حالت تعلیق بیاید. یاران حسن امین در یک قدمی صعود به بوندسلیگای دوم قرار گرفتند. تیم والدوف مانهایم که از مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان حسن امین بهره میبرد در بازی رفت پلی آف صعود به لیگ سوم بوندسلیگای آلمان در خانه مقابل تیم میپن با تساوی بدون گل متوقف شدند. در این دیدار که شب گذشته و در خانه والدوف مانهایم برگزار شد، دو تیم پس از 90 دقیقه تلاش به نتیجه تساوی بدون گل رضایت دادند. برگشت دو تیم فردا و در خانه میپن برگزار خواهد شد. و اکنون وضعیت هوا. برای دریافت تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان و جزئیات بیشتر همین رویدادها با صفحه اینترنتی آریانا نیوز.اف مراجعه کنید.
همراهیتون با مجموعه خبری این ساعت سپاسگزار هستیم. شبتون خوش. خدا نگهدار. خداحافظ.